ما آدم ها گاهی وقتا توی مکالماتمون میتونیم خیلی خودشیفته عمل کنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه نفر داره داستانش رو با ما در میون میذاره، به جای اینکه کنجکاو باشیم، سوال بپرسیم و شنونده خوبی باشیم، در کسری از ثانیه داستان رو تبدیل میکنیم به داستان خودمون. و اگه منظورم رو بهتر متوجه بشین، بریم با همدیگه چند تا مثال ببینیم و ببینیم که بایدها و نبایدها چیان. نمیدونی چقدر امروز سرم درد میکنه. از سردرد که اصلا نگو. ببین اصلا هفته پیش انقدر حالم بد شد که نزدیک بود برم بیمارستان. سردرد خیلی بده. چیزی میخوای برات بیارم؟ الان بهتر. ببین آره خیلی احساس میکنم خسته شدم، میخوام برم یه مسافرت. برای همین دیگه دارم فکر میکنم که آخر مسافرت خیلی خوبه. ببین پارسال منم همین کار کردم. حالا بستگی داره بخوای شمال بری، جنوب، شرق، غرب، هر جا خواستی بری من بهت میگم که چه کارایی باید انجام بدی. خودم که چه کار خوبی میکنی، کجا میخوای بری، کی میری، چه کارایی میخوای. سعی کنید شنونده خوبی بودن رو تمرین کنید و همدلی فراهم کنید. اگر که نمیدونین چه سوالهایی باید بپرسین، میتونین از خود اون آدم بپرسین دوست داری بیشتر راجع بهش صحبت کنی، یا اینکه تصور کنید تو اون شرایط چه احساسی رو شما تجربه میکنین. مثلا بگین باید خیلی سخت باشه یا باید هیجان انگیز باشه، تو چه احساسی داری؟ و اینطوریه که شما مکالمه رو از حالت خودشیفته بودن و تمرکز روی خودتون به تمرکز روی اون فردی که داره با شما صحبت میکنه تغییر میدین.